أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي از نام راهیل پیدا بود که سود رحلت خواهد کرد پروردگارا در فراغش مرا صبر عنایت فرما پدرجان کنانیان آمدن چه فایده درون چادر عجله کنید با من بیایید سلام بر نبی خدا سلام خواهر دیر آمدی خواهر دیر آمدی راهیل بود مامان
اندوه به انبیا دو آشنای دیرینه. این گونه مسائل برای ما غریب نیست. مادری مصیبت نیست، به خدا پناه میبریم. تو باید دیا باشی خواهر راهی، به تو تسلیت میگیرم. میبینی فرزن جایی که آمده ای کاروان سراییست، جمعی می آیند و عده ای می روند. خوش آمدی، مقدمت مبارک. مقدم او نامبارک است، نامبارک. او را بنعانی بنامید، فرزند نکبت. او باعث مرگ خواهرم شد. بس کن زن، بس کن. مرگ و زندگی به دست دیگری است. این کودک که گناهی نداره. بنعانی نه، بنیامین، فرزند دست راست. او دست راست پدرش خواهد. تو کیستی عزیزم؟ یوسف فرزند راهیل. از تو نیز یادگار راهیل. اول باید به تو تسلیت گفت. میگوید خداوند هر که را بیشتر دوست دارد او را به نزد خود میدهد. عزیز امه، تو میدانی مادرت نزد خداوند است؟ میدانم، خداوند او را به بهشت برده، ولی من دوری او را نمیتوانم تحمل کنم. از خداوند میخواهم به ازای این مصیبت به تو و پدرت صبر و بردباری بدهد. امه فائقه، بهشت بهتر از اینجا؟ آره عزیزم، بهتر است. تو خیلی بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی عزیز برادر. خداوند تو را حفظ کند. بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی. من در چهره زیبا و معصوم این کودک و در کلماتی که بر زبان میداند نشانه بزرگی میبینم. او بیش از همسالان خود میفهمد. این باور کردنی نیست. بس کن خواهر، بس کن. یوسف هم مثل دیگر برادران خود، با آنها فرقی ندارد. چهره و کلام یوسف برای من دلنشین است. از تو میخواهم نگهداری او را به من بسپاری. شاید غم بیمادری او را قدری التیام دهد. من با خواهرم عهد کردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. مانند دیگر فرزندانم از آنها نگهداری خواهم کرد. ولی تو با آن همه فرزند که داری چگونه میتوانی؟ این امکان ندارد. اجازه نخواهم داد لحظه ای از پیش چشمم دور شد. بالاخره رسیدیم شهری که تا آخر عمر باید در آن زندگی کنیم. آمده کاروان یعقوب نبی آمده.
خوش آمدید. مقدم نبی خدا رو گرامی می‌داریم. ما را در غم خود شریک بدن. بعد از مصیبتی که بر شما وارد آمده نداشتیم. خداوند به شما سخت عنایت کنه. مرگ و زندگی به دست خداوند است. ما هم تسلیم رضای او هستیم. خوش آمدید. مقبره پدرمان اسحاق نبی کجا قرار گرفته؟ قبلا آنجا را دیدید. مقبره پدر بزرگمان حضرت ابراهیم و همسرش در مکفیلا. مزار مادرمان رفقه نیز آنجاست. ابتدا قصد زیارت و تجدید پیمان با آنان را دارم. بیا همه را خبر کن. به اتفاق آنجا می رویم. یهودا لابی بسمه امانتی را که به تو سپردم بیاورم. ما به دیدار مزار پدرم اسحاق می‌رویم. درود خداوند بر ابراهیم پیامبر. خداوند روح اسحاق و ابراهیم را شاد گرداند. مردم کنعان هدایت و ایمان خود را مدیون ایشان هستند. به هنگام مرگ خیلی دلش میخواست شما را ببیند. او شما را پیامبر بعد از خود خواند و وصیت کرد زعامت عبرانیان را به عهده بگیرید. از روح بلند او مدد میگیرم و از خداوند میخواهم که در انجام این رسالت سنگین مرا یاری کند. پیراهن متعلق به پدر بزرگمان حضرت ابراهیم است که به پدرمان اسحاق به ارث رسید. اینک شما وارثان هستید. در نبود شما من که بزرگترین فرزند پدرمان بودم از آن مراقبت کردم. اینک ادای امانت نموده آن را به شما می سپارم. طبق وصیت پدرم این پیراهن به انبیای بعد از شما خواهد رسید. شاید بتوان آن را جبه رسالت نامید. من و مردم کنعان با شما بیعت میکنیم و بعد از حضرت اسحاق شما را نبی خدا میدانیم و به رسالت شما گواهی میدهیم. مبارک.
تو فکر میکنی این پیراهن بعد از پدر به چه کسی خواهد رسید؟ خب معلوم است، هر کس که از همه قوی تر باشد. اشتباه میکنی، آن کس که ایمانش از همه قوی تر باشد. غذا چه شد؟ کمی تحمل کنید. چه خبر است؟ بگیر. شما را چه شده؟ چرا نمیخورید؟ این کم است. چرا به یوسف بیشتر دادی؟ ساکت باش، غذایت را بخور. بس کن لیا، چه میکنی؟ بر خود مسلط باش. بنیامین را من نگه میدارم، تو به بچه هایت غذا بده. نگهداری از این همه فرزند مشکل است. لیا حق دارد، بر 7 پسر و دختر خودش فرزندان راحیل هم اضافه شدند. من تقاضای خود را بار دیگر تکرار میکنم. همیشه در آرزوی داشتن فرزند بودم، اما این آرزو تحقق نیافتید. چیزی از عمرم باقی نمونده است. درخواست مرا اجابت کنید، یتیم راحیل را به من بسپارید. مطمئن باشید که او را همچون چشمانم نگه خواهد داشت. میبینید که لیا هم سخت به زحمت افتاده است. شما ناچارید برای یوسف و برادرش فکر چاره ای کنید. دوریش را چگونه تحمل کنم؟ اگر به راه دورش بردم تحمل نکنید. اگر او را هر روز به دیدار شما نیاوردم بازش ستانید. اگر از محبت دریغ کردم بر من نبخشایید. بگذارید این سالهای پایانی عمرم را با محبت به یوسف سپری کنم.
یقین داشته باشید که هم روح راحیل را خوشحال خواهم کرد، هم دل شما را. اما فائقه، عهد من با خواهرم راحیل چه می شود؟ سوگند خوردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. فائقه، پیمان تو را جامعه عمل خواهد پوشاند. بیشک او یوسف را کمتر از مادر عزیز نخواهد داشت. تو بیمان داری که کثرت فرزندان موجب غفلتم از یوسف شود. نه، به عکس. بیم من آن است که تو از دیگر فرزندان غافل شده و فقط به یوسف بپردازی. یوسف جان، بیا اینجا پسرم. بگو ببینم پسر، آیا بودن با عمه فائقه را دوست داری؟ آری پدر، عمه فائقه مادر خوبی است. نه به خوبی مادرت عزیزم، اما سعی خواهم کرد بوی خوی او را از من استشمام کنی. سپاسگزارم برادر، با تو عهد میکنم که چون جان عزیزش بدارم و چون قلب در سینه جایش دهم. پیش از آن که پشیمان شوم او را از اینجا ببر. یعنی ما دیگر یوسف را نخواهیم دید؟ این را که گفته؟ نه عمه جان، هر روز اینجا با شما بازی خواهد کرد. پس ما میتوانیم با یوسف باز کنیم عمه؟ البته که میتوانید. غذایتان را نخوردید. مواظب باشید. از این پس مسئولیت گوسفندان با شماست. من با شما نمی آیم. باید به امور مردم رسیدگی کنم. علت آمدن ما به کنعان همین بود. مراقب باشید گوسفندان را خطری تهدید نکنند. نگران نباش پدر. اگه دیگر کودک نیست. می دانم. برویم. سلام برام به مهربان. سلام. همه جان. سلام. دست خداوند به همه. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم، مواظب به یوسف باشی. چش. سلام بر نبی خدا. چه کسی گفته بی مادری بد دردیست؟ خوشا به حال بیمادران. اگر بیمادری خوب است شما چرا نمی میرید؟ شاید پس از مرگتان به بچه هایتان توجه بیشتری شود. قصد بدی نداشتم. به خواستم بگویم شما از یوسف خوب مواظبت کرده اید و برای او مادر مهربانی هستید. لازم به توضیح نیست، تفسیر کلام شما را خوب میفهمم. شما را چه شده؟ یعنی محبتی ناچیز در حق کودکی بی مادر را نمیتوانید تحمل کنید؟ باش خواهر، محبت های بیش از حد شما به یوسف در انظار و آراستن و پیراستن او زمینه حسادت برادرانش را فراهم نکند. علت سپردن یوسف به شما محبت بیش از حد لیا به او بود. او ناخواسته بین یوسف و برادرانش ایجاد اختلاف می کرد.
آنان که زمینه حسادت را در فرزندان تو ایجاد می کنند بله و زلفا هستند، نه لیا. خداوند یوسف را از شر حسودان و چشم زخم دشمنان محفوظ بدارد. نمیدانم چرا نگران او هستم. دلیلی برای نگرانی نیست. اگر اجازه دهی او را ببرم. میدانم که یوسف گرسنه است. یوسف؟ بله. بیا عمه. بریم عزیزم. خدا نگهدار. خدا. لباسای زیبای یوسف رو دیدی؟ همه فاقه برای او دوخته است. برای ما هم از اون لباسا درست میکنیم. من فکر میکنم پدر دلیل دیگری داشت که ماما نیومد. مثلا چه دلیلی؟ یوسف، او دوست دارد با یوسف بماند. من اینطور فکر نمیکنم. او پیامبر است، باید در بین مردم باشد و به امور آنان رسیدگی کند. لباس های یوسف را دیدی؟ دیدم. خیلی زیبا شده بود. خوش به حالش. لاوی، یهودا نمیایید؟ آمدی. در آواز که خیلی مرتب شده بود. ظاهرا مرگ راهیل حداقل برای یوسف بد نشد. ظاهرا است به برادر میماند، اما کلامت نه. این را بپوش. همینجا بمان. میدانی این چیست؟ این کمربند پدرم اسحاق نبی پدر بزرگ توست. آرزو داشتم آن را به کسی دهم که ادامه دهنده ی راه نبوت باشد. امیدوارم آن ادامه دهنده تو باشی. من این کمربند را دوست دارم. پیراهن حضرت ابراهیم و این کمربند نزد من امانت بود. پیراهن را به برادرم دادم. این کمربند نیز فعلا نزد تو باشد. مواظب باش آن را گم نکنی. می‌ترسم بعضی از دیدن این کمربند ناراحت شوند. مثلا چه کسانی؟ مثلا برادرانم. اصلا جای نگرانی نیست. عجله کن. باید به مجلس موعظه پدرت برسیم. برویم. حسادت یعنی آرزوی نابودی نعمت و مکنتی که خداوند به بنده عنایت کرده. حسادت یعنی داشتن دیگران را تحمل نکردن. حسادت یعنی سعادت و خوشبختی دیگران را تاب نیاوردن و آرزوی فقر و تنگدستی دیگران را داشتن. حال یک نفر بگوید ببینم حسود کیست؟ آن کمربند که یوسف بسته متعلق به اسحاق نبی است. چرا فایقان را به یوسف داده؟
گمان میکنم اینها باید به پیامبر بعد سپرده میشد. یعنی حسود دلش نمیخواهد که مردم چیزی داشته باشن؟ آفرین پسرم. حسود همان است که تو گفتی. حسود همیشه از داشتن دیگران رنج میبرد و خشمگین است. میبینی؟ چه داشته های معنوی و چه خود نمای شیرین زبانی و چه داشته های مادی و مکنت های دنیایی. راه ترک حسادت چیست؟ چه کسی میتواند پاسخ بدهد؟ امیدوارم که یوسف پاسخ را ندهد. یوسف کوچک من چیزی به خاطرش نمیرسد؟ پدر، آیا حسود میداند که این دنیا روزی برای او تمام میشود؟ آفرین پسرم، آفرین. پاسخ همین است که تو گفتی. حسود باید بداند که دنیا به کسی وفا نمی کند. حسود نه خیر دنیا را می بیند و نه پاداش آخرت. حسود از حسادت خیش طرفی نمی بندد و وصلی نمی چیند. نه حسود و نه محسود هیچ یک در این دنیا ماندگار نیستند. اگر حسود این را بداند، دنیای خود را به خاطر تنگ نظری و حسادت به جهنم تبدیل نمی کند. محبت در حق کودک بی مادر طبیعیست. محبت نکردن به فرزندانی که مادر دارند هم طبیعیست. یعنی مادردار نیازی به محبت ندارد. از طرفی عمه لباسهای نو به اون پوشاند و او را می آراید. از طرفی هم مادر او را بر زانو نشانده و بهترین غذا را به او می دهد. گرچه نزد ما حفظ ظاهر می کنند، ولی حتی پدر هم او را از همه ما عزیزتر می دارد. از حق نگذریم، برادرمان یوسف با ذکاوت و شیرین زبان است. چهره زیبای او واقعا دوست داشتنی است. همه ما برادرمان یوسف را دوست داریم، اما اگر پدر و مادرمان بگذارند و یوسف را دردانه و ناز پرورده بار نیاورند. شما کمربند و بازوبند پدر بزرگمان اسحاق را دیدید که یوسف فسته بود؟ آری، بلهه میگفت که اینها میراث انبیاست و باید به پیامبر بعد سپرده شود. پس عمه فاقی چرا آنها را به یوسف داده است؟ خب این را میتوان از عمه پرسید. پروب که گله را بازگرداندیم به نزد عمه میرویم. بچه و سنگ یک بار دیگر امتحان میکنی؟ شما رو شکست. ای دوباره یهودا شروع کرد. هر کسی که برنده شود جا بشینه به دست. باشا اول تو. خسته نباشید. کجا؟ سلام زلفا. گلده را به آقل بردیم، نزد عمه فائقه می رویم، با او کاری داریم. یعنی می خواهیم از او چیزی بپرسیم. ما هم از عمه سوالهای داشتیم و اکنون از آنجا می آییم. من صلاح نمی دارم که شما سرزده به خانه عمه بروید. پدرتان نزد عمه فائقه است. او به دیدار یوسف آمده. شاید مشاهده این دیدار خوشایند شما نباشد. مگر اونجا چه خبر است؟ خب برویم ببینیم. این که کاری نداره. دیدید پدر یوسف را بیش از ما دوست می‌دارد. بیهوده سخن مگو. ما هم کودک بودیم بر زانوی پدر می نشستیم و بر ما محبت می کرد. بلهه و زلفا برای همین می گفتن سرزده نزد عمه فائقه نروید. من که می روم. حرف بی خود می زنم.
همینجا بیست پسرم. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام بر مردان خاندان یعقوب. خسته نباشید عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ همینک گوسفندان را با غل بردیم و آمدیم که... آمدید که چه؟ آمدیم که با عمه سخن بگوییم. خب بگویید، میشنوم. عمه، این کمربند متعلق به پدر بزرگ اسحاق نبی است؟ بله، همین طور است. اما برای یوسف حکم بازیچه را دارد. حقیقت این که گفتم یوسف با آن سرگرم شود تا غم بی مادری را فراموش کند. ولی بله می گفت این کمربند میراث پیامبر گذشته است و باید به پیامبر بعد برسد. پیامبر بعد از اسحاق نبی من هستم. این کمربند برای من میراث پدر و برای یوسف وسیله بازی و سرگرمی است. بله و زلفا تا وقتی راحیل زنده بود به او حسادت میکردند. حالا که دیگر او نیست به فرزندانش حسادت میکند. خیلی به صحبتهای آنها توجه نکنید. پدر، یهودا میگوید که شما یوسف را بیش از ما دوست دارید. اینطور نیست. ولی شما امروز به دیدار یوسف آمده اید. او را بر زانو نشانده بودید. شما را هم در دوران کودکی بر زانو می نشاندم. اگر شما هم از من دور بودید برای دیدارتان می آمدم. من همه شما را دوست دارم و دلم نمی خواهد این گونه سخنان را بشنوم. بروید، بروید. من شما را مردان خانواده و پشت و پناه خود می دانم. آنگاه شما خود را با کودکی خرد و ضعیف مقایسه می کنید. خداحافظ خواهر. عمه فائقه، به پدرم بگویید که به من محبت نکن. چرا؟ آخه برادرانم ناراحت میشه. عزیزه دلم، تو محبت مادر که ندیدی، از محبت پدر هم محروم شوی؟ عزیزم، بروید
بروید پنهان شوید، بروید، عجله کنید. عجله کنید، پنهان شوید، بروید. عجله کنید. پنهان شدید؟ تا 20 میشمارم باید آنها را پیدا کنید. کجایی؟ یوسف، بازی تمام شد، بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزدم فاقه به بسمه نرفته است. پشت با، من به پشت با میروم. یوسف، بسمه، یوسف رو ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده، چه شده؟ عمه فاقه، یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یک دیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد، دیگر را نمی آبید. همه جا را گشته اید؟ آره، همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف، عمه جان، کجایی؟